پنجشنبه 12 اوت برابر با 72 سالگرد تصویب کنوانسیون های ژنو است. این کنوانسیون ها و پروتکل های الحاقی آن یکی از مهمترین منابع اصول و قوانین بشردوستانه بین المللی اند و منشور سازمان ملل متحد نیز برخی از کلیدی ترین آرمان های آن را در خود جای داده. هوشمند میرفخرایی گزارش می دهد. کنوانسیون های چهارگانه ژنو مجموعی از معاهدات بین المللی است که هدف اولیه آن کاهش آثار مرگبار جنگ برای سربازان و غیر نظامیان بود. این کنوانسیون ها بین سالهای 1864 تا 1949 برگزار شدند و کشورهای شرکت کننده در مورد حفاظت از کلیه مراکز درمانی برای سربازان و پرسنل آنها در جنگهای زمینی، محافظت از کشتی شکستگان و حفاظت از امدادرسانان غیر نظامی به مجروحان در جنگهای دریایی و شناسایی صلیب سرخ، شیر خورشید سرخ و هلال احمر به عنوان نهادهای بین‌المللی امدادرسان توافق کردند. در این قراردادها همچنین در مورد ضرورت رعایت حقوق انسانی اسرای جنگی، ارزیابی عملکرد فرماندهان نظامی و غیر نظامی در جنگهای بین‌المللی و ضرورت حفاظت از غیر نظامیان در جنگهای داخلی و درگیری‌های قومی قبیله‌ای توافق شد. 194 کشور به کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن پیوستند و صلیب سرخ بین‌الملل که نظارت بر حسن اجرای این مجموعه از قواعد آمره یا تخلف ناپذیر را بر عهده دارد میگوید غیر نظامیان قربانیان اصلی جنگ های امروزه اند و شمار تلفات آنها ده ها برابر نظامیان است. کنوانسیون های چهارگانه ژنو بنیان و پایه های اصلی حقوق بشردوستانه بین المللی را مطرح می کنند و چارچوبی را برای دولت ها به عنوان یک قاعده آمره در نظر می گیرند تا غیر نظامیان یا کسانی که درگیر جنگ نیستند در حفظ و امان باشند. دو پروتکل الحاقی کنوانسیون های ژنو نهایتا در سال 1977 به تصویب رسید و بر اساس آن قتل، شکنجه، قطع عضو، تجاوز به عنف، گروگانگیری، به قحطی کشاندن، اعدام‌های بدون محاکمه و کلیه رفتارهای ظالمانه و توهین‌آمیز به کلی ممنوع شدند. اهمیت این کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های الحاقی موجبات پدیداری اصل صلاحیت قضایی جهانی در این زمینه برای برخورد با ناقصان کنوانسیون های چهارگانه و پروتکل های الحاقی آن شد. اصل صلاحیت قضایی جهانی به محاکم داخلی اجازه می دهد تا صرف نظر از ملیت مجرم و قربانی و یا محل وقوع جرم به آن رسیدگی کنند و دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد نیز با استفاده از همین اصل تشکیل شده است.